دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پروت آکادمی رضا نظر بگی هستم در این ویدیو از سری مجموعه آموزش های 0 تا 100 کورل میخوام در ارتباط با نحوه زوم کردن و تغییر ابعاد اسناد باهاتون صحبت کنم که خیلی خیلی مهمه ازتون درخواست میکنم همراه من باشید خب بریم سراغ ابزار کاربردی زوم برای بزرگنمایی از این ابزار استفاده میکنیم فولد کاربردی به خاطر اینکه وقتی یه کاری رو دقیق تر انجام بدیم مطمئنا در کارهام و در پروژهامون از این ابزار باید استفاده کنیم یه مقدار اندازه تصاویرمون و آبجکت همون رو بزرگتر کنیم ببینیم چه کاری رو داریم انجام میدیم از نزدیکتر ببینیمش خب برای فعال کردنش باید برم سمت چپ در این قسمتی که دارید میبینید ابزار زوم مشخصه من روش کلیک می‌کنم. این رو هم بهتون بگم همونطور که مشخصه کلید میون حرف زد روی کیبورد هستش که اگر بزنید براتون زوم تول رو فعالش میکنه خب به محض کلیک روی زوم در پراپرتی بار که اون بالا هستش بخش, بخش آپشن های این ابزارمون یک سری گزینا رو میبینید که الان دربارشون صحبت خواهم کرد ولی قبلش چیزی رو بهتون بگم یکی از نکات خیلی خیلی خوبه نرم افزار کورل استفاده از یک پنلی به اسم لرن که اینجا سمت راست من دارم در بخش داکرز میبینمش روی لرن اگر کلیک کنم یه توضیحاتی من میده فکر میکنم اسمش هینتس بود در ورژن های گذشته الان به اسم لرن داریم میبینیمش اینجا من خیلی راحت میتونم یک سری توضیحات اولیه در ارتباط با این ابزاری که دارم استفاده میکنم رو ببینم اگر دقت کرده باشید خیلی راحت بهمون میگه حداقل چه کاربردایی داره چطور میتونیم یه استفاده معمول ازش داشته باشیم خب نکات دیگر نگفته که من اینجا بهتون توضیح خواهم داد ساده ترین حالت زوم کردن با این ابزار به این شکل که شما اون قسمتی که میخواید زوم کنید روش رو روش موس کنید موستون رو اونجا بیارید با کلیک کردن با دکمه چپ موس زوم کنید به این شکل میبینید من هر بار زوم کنم دو برابر دفعه قبلی زوم میشه کارم و چون کارم وکتور هستش کیفیت رو هم میبینید از دست ندادم خاطر اینکه این شیپ با ابزارهای خود نرم افزار کورل ایجاد شده اون بالا سمت چپ اگر دقت کنید میزان بزرگ نمایی رو در پراپرتی بار این ابزار به من نشون میده الان 1188 برابر 1188 درصد در اصل تصویرم بزرگتر شده و هر بار که کلیک کنم دو برابر میشه یعنی الان باید بشه حدود 2300 خورده ای فکر میکنم یک کلیک کنیم بعد 2375 دو برابر زوم میکنیم یه نکته رو بهتون بگم اگر میخوایم زوم اوت داشته باشیم یعنی تصویر برگرده به عقب میتونیم کلید راست موس رو نگه داریم کلید راست موس رو نگه دارید میبینید این علامت منفی داخل اون ذره که داریم میبینیم شکل میگیره حالا به کلید چپ موس همزمان اگر کلیک کنم یک بار دیگه نگه میداریم و کلیک میکنیم نگه میداریم و کلیک میکنیم و باعث میشه که یه دورنمایی رو از کارمون ببینیم یعنی زوم اوت داشته باشیم در واقع در این شرایط هم هر بار که زوم اوت میکنیم تقسیم بر دو میشه اون بزرگ نماییمون یعنی دو برابر کوچیک میشه دو بار کوچیک میشه در اصل و میتونیم با هم این کار رو انجام بدیم اگر میخوایم یه بخش خاصی از تصویرمون رو فقط در داخل صفحه ببینیم و روی اون قسمت بزرگ نمایی داشته باشیم به جای چندین و چند بار کلیک کردن میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم یعنی کلیک کنیم و درگ کنیم کارمون رو. یعنی با کلیک و درگ بدونیم که دکمه چپ موس رو رها کنم یه قسمتی رو انتخاب میکنم به این شکلی که دارید میبینید حالا کلید چپ موس رو رها کنم فقط اون قسمتی که در داخل کادر بود رو داره الان من نشون میده و البته اون بالا سمت چپ هم داره و من نشون میده که چند درصد بزرگنمایی الان شکل گرفته من میتونم اینجا بیام و بزرگنمایی رو بر اساس اعدادی که اینجا هستش رو این فلش کلیک کردم مشخص کنم اگر مثلا تو فیت رو بزنم بنزه کل صفحه این رو برای من بزرگ میکنه من تو فیت رو میزنم بنزه کل صفحه این رو من نشون میده اگر تو پیج رو بزنم پیج رو من نشون میده کل پیج رو من نشون میده و اگر مثلا بر اساس ارتفاع و پهنای کار هم بخوام میتونم این مورد رو تنظیمش کنم یکی از این درصدها رو بزنم مثلا 800 درصد کار رو بزرگ کنم بذارین, و بذارین رو بذارین روی تو فیت میتونم با استفاده از دو تا ابزاری که سمت راست این گزینه هستم هر بار کلیک کنم و دو برابر مثلا زوم کنم یا زوم اوت کنم این دو تا گزینه این کار رو برای من انجام میدن من یک کلیک میکنم زوم میشه یک کلیک میکنم زوم اوت میشه یعنی همون کاری که با کلیت های چپ و راست موس میتونستیم انجام بدیم اینجا هم همون کار رو برای ما انجام میده حالا بریم بالا سراغ دو تا آیکون دیگه که اینجا وجود دارن این دوتا آیکونی که اینجا میبینید یه مورد زوم تو آل که همون کاری رو برای من انجام میده در اصل اینجا تو فیت انجام میداد واسه یعنی اگر من چند بار زوم کنم بریم سراغ تو فیت و فیت رو بزنیم تمام آبجکت ها رو داره در این بخش به من نشون میده حالا اگر دوباره چند تا زوم داشته باشم و این آیکون رو هم بزنم آیکونی که اینجا میبینید زوم تو آل آبجکت رو بزنم باز هم همون کار رو برای من انجام میده دقیقا میاد و طوری بزرگ نمایی رو تنظیم میکنه که تمام آبجکت هایی که در صفحه دارم رو به من نشون بده حالا هر چند تا که هستن مثلا یه دونم این گوشه بود اونم باید توی کارم بیاد به این شکل تنظیم میکنم چی رو یه دونه کنم کنارش وجود داره که الان غیر فعاله غیر فعال بودنش دلیلش اینه که من هیچ آبجکتی رو اینجا انتخاب نکردم اگر بیام با این ابزاری که اینجا داریم یکی از این آبجکت ها رو انتخاب کنم دوباره برم سراغ ابزار زوم و با آپشنی که اینجا هستش که الان فعال شده روش کلیک کنم دقیقا در صفحه اون آبجکت انتخاب شده رو برای من نشون میده نیز بزرگ نمایی رو انقدر افزایش میده تا این بخش رو من به طور کامل ببینم حالا وقتی بزرگ نمایی رو داریم انجام میدیم و یه آبجکتی رو میبینیم اگر میخوایم دیگر آبجکت ها رو هم در همین اندازه ببینیم چیکار کنیم با استفاده از این دوتا نواری که اینجا هستن میتونیم جابجایی به, به وجود بیاریم یعنی اسکرول کنیم به سمت چپ و راست و دیگر آبجکت هامون رو هم ببینیم حالا یه بار دیگه من کلیک میکنم روی زوم تو all و تمام آبجکت ها رو در یک صفحه می‌بینم آیکون هم که در این بخش وجود دارن دوستان عزیز دقیقا همون کاری رو انجام میدن که من اینجا بهتون توضیح دادم یعنی همون کار رو تو سلکتد و پیج و ویدس و هایت رو این شیشت آیکون کلا برای من انجام دارن میدن من این کار رو کردم که اومدم یک آبجکتی رو انتخاب کردم بعد اومدم روی ابزار زوم و این آیکونی که اینجاست یعنی زوم تو, س... تو سلکتد آبجکت رو زدم و دقیقا این رو به من نشون داد یعنی اگر کلیک کنم میبینید زوم میکنه روی این مورد واسم ولی همین کار رو من اگر بیام سراغ این بخش و گزینه زوم تو سلکتد رو بزنم باز هم همون کار رو برام انجام میده چه دستورات رو این بخش اجرا کنید چه برین سراغ آیکون هایی که اینجا هستن همون کار رو براتون انجام خواهد داد برای مثال اگر من برم گزینه زوم تو پیج ویدس رو بزنم دقیقا همین کاری رو میکنه که تو ویدس انجام میداد بذاری من یه بار این کار رو انجام بدم وقتی تو ویدس رو میزنین طوری این کار رو انجام میده طوری زوم میکنه واسه که شما اون ارز کارتون رو به طور کامل ببینید و اگر بیام مثلا دستورتو تو هایت رو انتخاب کنم طوری برای من بزرگنمایی رو اعمال میکنه که بتونم ارتفاع کارم رو ببینم اینا روش هایی که میتونید استفاده کنید چه از آیکون استفاده کنیم در این بخش چه از این دستورات دقیقا یک کار رو انجام میدن حالا یه نکته دیگر رو من بهتون بگم روی موستون هم در ویدیو قبلی هم بهتون گفتم روی موستون هم میتونید این کار رو انجام بدیم با موس اگر کلید میانی موس که حالت قلتک داره رو استفاده کنید میتونید زوم این یا زوم اوت داشته باشید به شکلی که دارید میبینید میتونید زوم این و زوم اوت به واسطه موس هم داشته باشین یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم دکمه کنترل روی کیبورد رو نگه داریم از کلیت های منفی و به علاوه در کیبوردمون استفاده کنیم برای بزرگ نمایی پس کنترل نگه میدارم منفی رو هم میزنم میبینید زوم اوت میکنه اگر حالا مثبت رو بزنم به اندازه دو برابر اندازه رو افزایش میده یعنی زوم رو افزایش میده من دوباره کلیک کنم میبینید زوم اوت میکنیم و زوم این به این شکل میتونیم پس از کنترل و دکمه های منفی و مثبت روی کیبوردمون استفاده کنیم به هر حال درسته که ابزار ساده یه و توضیح زیادی نداره ولی من همه قسمت هاش رو میخواستم بهتون توضیح بدم و در آینده مطمئن ازش خیلی استفاده خواهیم کرد به خاطر اینکه یه بخش رو واقعا باید با بزرگ نمایی درست کنیم مثلا من میخوام یه خطی رو از میانه کار دقیقا از یه نقطه به نقطه دیگه برسونم باید بیام اینجا زوم کنم مثلا این بخش رو با کلیک و درگ انتخاب کنم دقیقا این کار رو ببینم یه دونه نقطه اینجا داریم خیلی راحت با کلیک و درگ اینو برسونمش به اینجا اینی خط بکشم اگر زوم نکنیم از دور نگاه کنیم مثلا ممکن این خطه به اینجا متصل شه به اینجا متصل شه دقیقا به اون نقطه ای که میخوام متصل نشه و البته خیلی کاربردهای های دیگه داره این یه مورد فقط مثالی بود که باید بهتون میگفتم خیلی کاربورد ها داره مطمئن ازش استفاده خواهیم کرد من دوباره اینجا میام و تو فیت رو میزنم که برگردیم به حالت قبلی ازتون درخواست میکنم بعد از دیدن هر ویدیو دوستان لطفا تمرین کنید فکر نکنید به اینکه مثلا این درس خیلی ساده است تمرین نداره نه همه درس ها رو تمرین کنید که حتما در ذهنتون باقی بمونه در پایان ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال پایوت آکادمی سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین باز هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود متشکرم موفق میشید